مانه. فرشته چی میگفت؟ بچه محبوب زنده است. همون دختره که تو کماست. تقصیر خودمه، باید زودتر به محبوب همه چیو میگفتم. سلام خانم، میخواستم به اطلاعاتون برسونم که این محبوب خانم از دیشب که آخرین بار دخترمون رو دیدیم تا حالا اجازه ندیم و بریم تو. مگه اونجاست؟ از کجا باشه؟ یه جورم نگاه میکنه انگار ما با دست خودمون این بلار سر دخترمون رو بردیم. اصلا اجازه نمیده دکتر و پرستار کارشون انجام بده. چی شده؟ باشه، من میتونم خواهش کنم که یه طوری آرومش بکنین، من خودم بهش میرسونم. باشه، من تا یه جایی میرسونمت، بقیهش خودت برو هنرستان. نمیخواد، شما برو بیمارستان، من که وقت دارم، با اتوبوس میرم. مطمئنی؟ آره، کاری نداری؟ نه، برو به سلامت. خدا. سلام خانم شبانی. هنوز راه نیفتادی؟ نه، خونه هستم، هنوز راه نیفتادم، یه کاری دارم انجام میدم بعد میام. بالاخره معلوم شد لو رفتن سوال کار کیه؟ کار خود تقویه. حالا دیگه مدرکم دارم. متوجه چی داری میگی خانم شبانی؟ مطمئنی؟ اگه تو هم بشنوی حتما مطمئن میشی. باشه، من الان خودم میرسونم. داری میری؟ آره. صبحونه برات آماده کنم؟ نه، کلانتری میری دیگه. آره، قبلش میرم بیمارستان. بیا اینم سند خونه. فقط خدا کنه اینو قبول کنن. شالله قبول میکنه. محبوب وقتی فهمید چی گفت؟ تازه داشت بهم اعتماد میکرد. دعا کن دختره به هوش بیاد، وگرنه همه چیز انقدر به هم ریخته است که دیگه نمیشه درستش کرد. هیچ فکر نمیکردم فرشته همچین زنی باشه. بهش دیگه فکر نکن، میخواست ازم انتقام بگیره که گرفت. من نباید تحریکش میکردم. دیگه هم نمیخوام راجع به فرشته و چی کار کرد و اینجور چیزا حرفی به میون بیاد. منعم. بله. حالا که محبوب فهمیده دختری که تو ماشین فراز بوده دختر خودشه، ممکنه پشت فراز رو خالی کنه بره سمت خانواده شاکی؟ اون الان حتما از فراز ناراحته، ولی الان به خاطر دخترش بیشتر از خانواده تجلی ناراحته. محبوب تو چه شرایط بدیه؟
تو این شرایط معلوم نیست حق با کیه. سلام، بانیان هستم. سلام خانم، خیر باشه. از شما باید پرسید، مگه نگفتم تمام شب پیش محبوب بمونید؟ یه کاری پیش اومد، مجبور شدم برم خونه. فهمیدم محبوب اومده سمت شما، خیالم راحت شد. بهتون دروغ گفته، اون تمام شب و بیمارستان بوده. آقای تجلی تماس گرفت، گفت از صبح تا حالا بیمارستان رو سرش گذاشته. ای بابا، من نمیتونم برم پیشش، یه کاری برام پیش اومده. میشه خواهش کنم به این اونجا تا کار خرابتر از این نکرده؟ باشه، تا چند دقیقه دیگه میرم. خدا نگهدار. ممنون. تو برو بیرون، صدات میکنم. حالا میخوای چیکار کنی؟ اگه مریم سوالا رو میدونست چرا خودش از این موقع استفاده نکرده؟ وای، تو رو خدا بس کن، باز شروع نکن افسانه. باشه، قبول. دارم دیوونه میشم. این از اینجا، اونم از بیمارستان. این دختره چی؟ خودشم جزو کسی بوده که سالار از مریم گرفته؟ نه اینقدر مستقیم، این نگار واسطه بوده. اینم وقتی میبینه که نگار پولو میده به تقوی، متوجه میشه که کار اونه. خودت میتونی بری دنبال فراز. اگه تو نمیای. نه، باید برم بیمارستان. چیزی شده؟ بانیان زنگ زد گفت محبوبه یکم شلوغش کرده، پریده به خانواده سهره. وقتی میذاری بس بشینه تو بیمارستان، همینه دیگه، خانم قاطی میکنه. اینجوری حرف نزن، دخترش خانم. هرچی، بعد قاطی کنه واسه بقیه. حالا خوبه اون دختر، دختر خانواده تجلی هم هست. نمیبینیشون این مدت چقدر منطقی عمل کردن؟ دیدم چطوری منطقی عمل کردن. ندیدی دختر بزرگ چطور به فراز دروغ بست؟ از کجا معلوم راستشو نگفته باشه؟ یعنی فراز داره دروغ میگه. تو دروغ نمیگی؟ من خودم به وقتش دروغ نمیگم. همونقدر که احتمال داره این دختر دروغ گفته باشه، این امکان هست که فراز یه چیزایی رو گفته باشه که ما ازش بیخبریم. تو رو خدا وکیل ما رو نکن. کدوم وکیل؟ پرونده که یه طرفش برادر توه، یه طرفش دختر محبوب. اسمش پرونده نیست که. میخوای بهت بگم اسمش چیه؟ نه. هر طرفشو بگیری برمیگرده تو صورت خودت. سلام خانم. سلام، بشین. من برم بیرون یه دوری بزنم. کجا میری خانم شبانی؟ حرف خصوصی که نداری، خودت میدونی چی میخوام بگم. میدونم، ولی ترجیح میدم برم بیرون.
هر جور راحتی. راستی خانم شعبانی، خانم تقوی تو بوفه نبود، ببین کجاست بگو بیاد. چشم. خانم سیدزاده، لطف میکنی پرونده یه مریم تقوی رو بیاری دفتر من؟ ممنون. چیزی شده خانم بانیان؟ تو اخراجی. چرا؟ مگه من چی کار کردم؟ خودت میدونی چه کار کردی. من این همه دانش آموز تو این مدرسه دارم، تو تنها کسی بودی که این همه بهش اعتماد داشتم که کلید اتاق سیدزاده رو بهش دادم. اون وقت تو چی کار کردی؟ از اعتماد من سوء استفاده کردی. من هیچ وقت از اعتماد شما سوء استفاده نکردم. چرا؟ کردی. آبروی من جلو شبانه بقیه همکاران بردی. میخوام ببینم یعنی قرض مادرت اینقدر برات مهم بود که حاضر شدی سالا به بچه ها بفروشی؟ من این کارو نکردم. الان هم داری انکار میکنی، حقیقت رو نمیگی. خدمت شما. ممنون. شما میتونی بری. باور کنید خانم، من از هیچی خبر ندارم. اصلا من نمیدونستم سوالالو رفته. حرف نزن، فقط گوش کن ببین چی میگم. تو شاگرد ممتاز من بودی. تنها لطفی که میتونم بهت بکنم اینه که هممون یه جوری رفتار کنیم که خودت خواستی از این مدرسه بری. تو بیخنامم نمیذارم تو پرونده که بتونی جای دیگه ثبت نام کنی. بله خانم. ولی اما نداره. گفتم که دیگه چیزی نمیخوام بشنوم. بفرمین تو. سلام خانم بانی. بیا تو خانم تقوی. چشم. ببخشید خانم بانی، این بچه ها لوبیا خیلی دوست دارن. لوبیا بار گذاشته بودم، یه خورده طول کشید شرمنده. بفرمین با من کار داشتیم. خانم تقوی، خواستم بهتون میگم که مریم از این وقت تو این هنرستان نمیتونه به درسش ادامه بده. برای چی؟ مگه چی کار کرده؟ کاری نکرده، خودش میخواد از اینجا بره. منم گفتم شما بیاین که تا دم در راه نمایش کنین. مگه دیوونه شدی دختر؟ این کارا چیه سر خود داری میکنی؟ خان شما این دختر جدی نگیرین، عقل درست حسابی نداره، اصلا معلوم نیست این روزا چشه. خانم تقوی بذاریم بره. ما به دانش آموزی که دلش نمیخواد توی هنرستان بمونه احتیاجی نداریم. یعنی چی خانم؟ مریم با مراقبت شما تونسته شاگرد ممتاز بشه، اون وقت بذارم بره؟ اقلا شما این حرف رو نزنی خانم. من نمیذارم بره. مامان من میخوام برم. تو غلط میکنی، مگه دست توه؟ تقصیر خانومه، اینقدی که بهت محبت کردن، اینقدی که دوستت داشتن، حتی یه وقتایی بیشتر از بچه خودشون، اینقدی که لیلی به لالات گذاشتن، حالا تو پر رو شدی. مامان جان ها، خانبانی هم من اخراج کرده. میدونی که برای چی؟ میگن سوالای امتحانی من فروختم به بچه ها. میبینی مامان؟ منم یکی هم لنگه بابا. بیا
بیشتر از این خودتو کوچیک نکن. برو باش حرف بزن، بادرش کن بره خونه استراحت کنه. اینطوری هم اعصاب خودشو به هم میرسه، هم اعصاب بقیه رو. به مادر زنگ زدی خیالش راحت کنی؟ آره، کلی هم خوشحال شد. مادر دیگه محبوب مادر نیست. آره مادره، ولی فراموش نکن وقتی اومد تو زندگی تو، زندگی قبلیش رو 3 طلاق کرده بود، از شوهر و دخترش گذشته بود. ندیدی وقتی برای کار اومده بود چه وضعی داشت؟ تو هم که حس ترحمت گل کرده بود. اولش ترحم بود، ولی خودت هم میدونی که بعدش اینطور نبود. من به بعدش چی کار دارم؟ فقط اینو میدونم که خوب موقعی به پست تو خورد. اون وقتا تو از فرشته سرخورده شده بودی. اگه سرخورده نبودی که تو چاله‌ای نیفتاده بودی که بخوای بیفتی تو چاه. کدوم چاه؟ چاه دیگه. یه نگاهی به دور و برت بنداز، سر و ته هم نداره. آدم یه وکیل مثل تو داشته باشه دیگه قاضی میخواد چی کار؟ دارم باهات جدی حرف میزنم. زندگی و شرکتی که قمار کردی و دو دستی دادی به فرشته، این چیزی هم که من میبینم اون بخت برگشته، الان تو کماس و احتمال برگشتش هم زیر 10%. باید به فکر بدتر از اینا باشی. میبینی؟ تو قاضی و وکیل نمیخواد. تو این مدت که با حمید پارسا آشنا شدم یه چیزی یاد گرفتم. بعضی 10% بیشتر از بعضی 90% ارزش ریسک داره. شرکتت هم همینجوری اداره کرده که الان هیچی دستتو نگرفته. منو سر راه یه جا پیاده کن برم خونه، ماشین رو بردارم برم دنبال فراز. این تهمت به مریم من روا نیست. تهمت نیست خانم تقوی، دختر من همچین کاری نمیکنه. خانم بهشون بگو کار تو نیست. من هرچی بهشون میگم باور نمیکنن. من از این مدرسه میرم. میبینین میگه کار اون نیست. من دوست نداشتم شما از این موضوع مطلع بشین. پاشو بریم ماما. پس منم میرم خانم. این چه حرفیه؟ مامان این موضوعی نیست که به شما مربوط بشه. شما اینجا میمونی، منم میرم یه هنرستان دیگه. با چه روی اینجا بمونم؟ درسته که من باور ندارم دخترم همچین کاری کرده باشه، ولی بازم نمیتونم هر روز چش تو چش شمایی باشم که فکر میکنی مریم من خطا کاره. نه خیر مامان، شما همینجا میمونی. هنوز اینقدر بی‌غیرت نشدم.
من سوالا رو لو ندادم. متاسفم. نکنید خانم. به خاطر مامانم هم شده. من اخراج نکنید. مادرت میتونه بمونه. اما تو نه. مادر من دیگه به این راحتی ها کار گیر نمیاره. بدون منم اینجا بمون نیست. میدونم. از این بابت هم ناراحتم. تو چی؟ ناراحتی؟ آره خیلی ناراحتم، چون نمیتونم منظورمو بهتون برسونم. من راز شما رو پیش خودم نگه داشتم، شما هم این حرفا رو پیش خودتون نگه میدارین دیگه. منظور چی از این حرف؟ منظور خاصی نداشتم. راستی حال زهره تجلی چطوره؟ داری منو تهدید میکنی؟ نه، فقط میخوام مادرم سر کارش بمونه. من از چی میترسونی؟ از یه رازی که دیگه راز نیست؟ به کی میخوای بگی؟ به زهره تجلی که تو کماست؟ فکر کنم حمید پارسا بیشتر از زهره مشتاق شنیدن این راز باشه. که مریم تقوی اخراج نمیشه، حداقل تا وقتی که من مدیر اینجا. یادت نره چی بهت گفتم، تو خونه میمونه، جایی هم نمیری. کجا رو دارم برم؟ من باید این چیزا رو بهت بگم. فکرهای ناجور نمی کنی. اگه بترسی و بخوای فرار کنی فقط کار خودتو سخت‌تر کردی. هم بهت اتهام جدید میزنن، هم آتو میدی دست شاکیات. فراز بذار آرامش به این خونه برگرده. تو این سالهایی که وکالت میکنم این همه مشکل رو یه جا تو هیچ خانواده ای ندیدم.
الو داداش. سلام خواهر. سلام. فراز اومد؟ فراز؟ نه آزادش کردن؟ خدا رو شکر. آره یکی دو ساعتی هست. سعادتی رسوندشتن به خونه. هنوز که نیومده خونه. ای بابا این پسره چرا اینجوری میکنه؟ حالا شما خودتو ناراحت نکن، خدا رو شکر که آزادش کردن. چی رو خدا رو شکر؟ اگه اشتباه کنه و بخواد فرار کنه که همه چی رو خراب کرده. به داداشت بگو نگران نباشه، اومده تو حیاته. شنیدی چی گفت مامان؟ اومده تو حیاته. چرا بیرون نشستی مادر؟ سلام. سلام مامان. پاشو بیا بریم تو. گن زنم مامان. با بیرون نشستن که چیزی درست نمیشه. سلام داداش. اگه دختر از کمون هایت بیرون چی؟ بدبخ میشه. جواب مامانش و خواهرش و باباش چی بدم؟ جواب محبوبه رو چی میخوای بدی؟ محبوبه برای چی؟ مگه منعم به چیزی نگفته؟ نه محبوبه چرا مامان؟ خب چرا حرف نمیزنی؟ تو رو دنبال چی فرستادم؟ فرستادمت که حواست به محبوبه باشه. اون وقت آقا کلن ما رو یادش رفت. افتادی دنبال کارهای شخصیش؟
یه جوری حرف میزنی انگاری محبوب هفت پشت غریبه است. من گفتم هفت پشت غریبه است؟ من میگم تو رفتی حواست به اون باشه، نه اینکه این وسط دختر مردم رو سوار ماشینت کنی. بدتر از اون، نه اینکه بی کس و کار بودی، محبوبه رو فرستادی جلو. حالا بفرما، تحویل بگیر. این بود چیزی که دنبالش بودی؟ یه دختر رو لتو پار کردی، یه کم فرستادی تو کما. با یه ندونم کاری همه رو گذاشتی رو بروی هم. این شد نتیجه عشق عاشقی جنابالی. چه عشقی؟ من که کاری نداشتم. من کلن اون دختر رو یه بار دیدم. محبوب فکر من ازش خوشم میاد، خودش قاطی ماجرا کرد. اون بخواد، تو چرا قبول کردی؟ من بهت گفته بودم محبوب مریض، تحت فشار، دست خودش نیست، کارهای عجیب غریب میکنه. بهت نگفته بودم؟ من صد بار بهش گفتم زن داداش، بی خیال شو. تو چرا بی خیال نشدی؟ آره قبول دارم، تو هر اتفاقی یه نفر مقصر نیست، خیلی ها مقصرن. محبوبم توی ماجرا بی تقصیر نبوده، اشتباه اون این بوده که غلط اضافه کرده. آخه من بدشانس چرا باید دست بذارم روی دختری که ته ماجراش باید بشه این؟ حالا که گذشته باید ثابت کنیم حرفای این دختره فرزانه علکی بود و تو بی قرض و مرض اونا رو سوار ماشینت کردی. ثابت کردن نمیخواد که، دروغ گفت. اون وقت شما با همچین دختری میخواستی ازدواج کنی؟ چه ربطی داره مادر من؟ خواهرش تو اون وضع دیدی، حالا رفته یه چیزی به پلیسا گفته. منم اگه بودم همین کارو میکردم. الان کسی از شما چیزی پرسید؟ فراز، باید با دختر صحبت کنی که اگه دروغ میگه راضیش کنی حرفشو پس بگیره. خب چجوری؟ این دیگه بدبختی من و توه. حالا میشه همه بشینیم دور میز شام بخوریم؟ استعفاتو می‌نویسی؟ دیشب فرصت نشد با هم حرف بزنی. بیا بشین. نباید استعفا بدی. محبوب بیدار بشه.
من صلاحیت مدیر بودن رو ندارم. با دادن کلید اون اتاق زمینه یه خطا رو برای یکی از شاگردای خوبم به وجود آوردم. حق با تو بود. من در مورد مریم اشتباه میکردم. منو ببخش. این چه حرفیه مامان؟ من بی خود شلوغش کردم. اون روز از دست مریم عصبانی بودم. چه عصبانی بودی نبودی مامان به حرف تو گوش میکردم. حالا میخوای اخراجش کنی؟ با این استعفا این فرصت رو به شعبانی میدم. یعنی چی؟ هیچکی مثل شما نمیتونه اون هنرستان رو اداره کنه مامان. هنرستان رو ولش کن. تو که باید خوشحال باشی. همیشه من میگفتی همه چیز من شده اون هنرستان. حالا دیگه اینجوری بیشتر با همه. مامان من غلط زیادی کردم همچین حرفی زدم. اصلا شما خونه بمونی همش میخوای به من و حامد گیر بدی. بری هنرستان به بقیه بچه ها گیر میدی تهدیدش میرسه به من. استعفا نده. لاغم بیشتر بهش بکن. محبوبه کجاست؟ صبح زود رفت. چرا بهم گفتی هستی مرده؟ بس شوهرت باهات حرف زده. تو میدونی منم شوهر منه؟ یک کمی طول کشید تو فهمیدم. دلت اومد همچین کاری رو با من بکنه؟ به هم دروغ بگی. کی میدونه راست چیه دروغ کدومه؟ به زخم میدم. نگهداری کردن از حسی تو اون شرایط کار سختی بود. بله خب باید میگشتی پیدا میکردی و به هم میگفتی. کاری از دستت بر نمیومد. من مادرش بودم حمید. تو فرق یه مادر با یه غریبه رو میفهمی یا نه؟ ولی اونا جای خالی ما رو پر کردن. زندهش کردن. راستش پدر مادری کردن. خیلی بهتر از من و تو. خیلی مطمئن حرف میزنی. کاری به کار هستی نداشته باش. بذار زندگیشو بکنم.